ماهی گیدر یا یلوفین از گونه های ارزشمند تون ماهیان در اقیانوس هند و دریای عمان می باشد. سازمان یونیدو با همکاری سازمان شیلات ایران و حمایت مالی دولت ژاپن تلاش می نماید با ترویج روش های صید پایدار ذخایر این گونه ارزشمند برای نسل های آینده حفظ گردیده و از طریق آموزش مدیریت صحیح فرایندهای هنگام و پس از صید به صیادان به منظور حفظ کیفیت گوشت، ایجاد مزیت رقابتی و دسترسی بهتر به بازارهای داخلی و خارجی، ارزش افزوده بیشتری برای جوامع محلی به ارمغان بیاورد. این هدف تنها با همکاری تمام ذینفعان این زنجیره امکان پذیر خواهد بود. این فیلم مراحل آماده سازی صید با روش لانگلاین و مدیریت پس از صید یا ایکیجیمه را از منظر ژاپن بیان می نماید. پیشنهاد می شود به منظور عملکرد بهتر هنگام صید، ابزار صید لانگلاین قبل از دریاروی آماده سازی و بررسی گردد. از جمله لاین، قلاب‌ها و بویه، دستگاه‌های لاین ریز و جمع کننده صید، آماده سازی تومه، ابزارهای ایکیجیمه شامل میله نکتیز و سیم عصب کشی، اطمینان از داشتن یخ به اندازه کافی برای نگهداری ماهی در آب و یخ پس از صید، سایبان و زیرانداز. محل صیدگاه با دستگاه‌های موقعیت‌یاب یا به صورت چشمی تعیین می‌گردد. پس از رسیدن به صیدگاه، ملوانان در روش نیمه خودکار قلاب را از گیره جدا کرده، گیره را به لاین اصلی متصل و قلاب‌ها را پس از زدن تومه به دریا می‌اندازند. در روش خودکار، دستگاه به صورت اتوماتیک این فرایند را انجام می‌دهد. لاین متشکل از یک رشته بلند است که در فواصل معین آن رشته‌های قلاب وجود دارد. طول رشته اصلی می تواند 1000 تا 1500 متر باشد و فواصل شاخه‌های فرعی بر حسب گونه صید و اندازه آن تعیین می‌گردد. برای تشخیص به قلاب افتادن صید در فواصل 300 تا 350 متر یک بویه به لاین اصلی متصل می‌شود. انواع تومه‌هایی که در صید لانگ لاین ماهی گیدر در منطقه استفاده می شود شامل ساردین و ماهی حلال می باشد که در صورتی که این تومه ها زنده باشند نتایج بهتری در صید به دست خواهد آمد. پس از اتمام لاین ریزی عرشه شناور برای فرایند پس از صید آماده می شود که شامل سایبان و زیرانداز و مخلوط آب و یخ می باشد. برای جلوگیری از سوختگی گوشت ماهی فرایند ایکیجیمه می بایست به دور از تابش نور مستقیم خورشید انجام شود. به این منظور لازم است سایبانی در عرشه برپا گردد. همچنین برای جلوگیری از آسیب دیدگی پوست ماهی زیراندازی در عرشه پهن می گردد. در انتقال صید به صورت تازه از صیدگاه به بندر می بایست آن را در مخلوط آب و یخ نگهداری کرد. درصد ترکیب آب و یخ به دما، میزان شوری آب و حجم صید بستگی دارد. درصد ترکیب آب و یخ باید به گونه‌ای باشد که صید در دمای بین 3 تا 5 درجه سانتیگراد نگهداری شود. بسته به اندازه و وزن صید می توان با استفاده از یک یا دو چنگک که به آبشوش صید قلاب می شود آن را از دریا به عرشه و روی زیرانداز منتقل نمود. حفظ کیفیت گوشت منوط به کشتار سریع صید و جلوگیری از تولید هیستامین هنگام تقلا پس از به قلاب افتادن می باشد. بدین منظور مدیریت پس از صید یا ایکیجیمه ضروری است. در این فرایند صیاد باید بلافاصله پس از به عرشه آوردن صید با یک دست چشم ماهی را پوشانده و با دست دیگر میله نکتیز را یک بار به صورت عمودی در قسمت پیشانی و بین دو چشم و سپس بلافاصله برای دومین بار به صورت مایل با زاویه 45 درجه تا انتها وارد کرده و پس از آن رشته سیم را تا انتهای ستون فقرات و نخاع صید وارد نماید. سپس در مخرج صید برشی کوچک ایجاد می‌گردد و
و به وسیله انگشت انتهای روده از بدن خارج و بریده می شود و بلا فاصله پس از برش آبشوش‌ها اعما و احشا و آبشوش‌ها از قسمت سر به راحتی تخلیه می گردد تا ظاهر صید حفظ شود. در انتها صید با آب تمیز شستشو شده و به داخل مخلوط آب و یخ انداخته می شود. توجه داشته باشید که کل فرایند ایکیجیمه از بالا کشیدن صید به عرشه تا انتقال به مخزن آب و یخ می بایست در کمتر از 5 دقیقه انجام شود.